احتمالاً این سوال برای شما هم پیش اومده که اصلاً چرا باید کتاب بخونیم؟ وقتی دنبال یاد گرفتن باشیم میتونیم با خلاصه کتاب‌ها و ویدیوهای آموزشی و پادکست‌ها خیلی سریع‌تر از کتاب خوندن مطالب رو یاد بگیریم. و خب این یه جورایی میشه گفت که درسته. با این کار ما میتونیم زمان بیشتری رو برای خودمون نگه داریم و به کارهای دیگه برسیم. اما اینو باید بدونیم که خوندن تمرینی برای ذهن محسوب میشه. درست مثل همون تمرینی که با ورزش و وزنه برای قوی‌تر شدن قسمت‌های مختلف بدن انجام میدیم. و شما نمیتونید بدنتون رو با دیدن ویدیو آموزشی حرکات تمرین بدید و قوی‌تر کنید. پس بذارید دقیق‌تر بگم که ما چرا باید کتاب بخونیم. کتاب خوندن سطح فوکوس و تمرکز ما رو بالاتر میبره. مطالعه به نوعی تمرین مدیتیشن هم محسوب میشه. با تمام حواس پرتی هایی که امروزه وجود داره، داشتن تمرکز یکی از عمومی ترین مشکلات مردم محسوب میشه. شما با خوندن کتاب میتونید جز دسته حواس پرت ها نباشید. یه فرد معمولی توی یه بازه 5 دقیقه ای زمان خودش رو اختصاص میده به انجام کار، چک کردن پیام ها، گپ زدن با چند نفر از دوستان و انجام دادن همه این کارها پشت سر هم و بدون تمرکز روی یک کار، سطح استرس رو بالا میبره و سطح کارآمدی رو پایین میاره. کسی که به شکل همزمان چند کار رو انجام میده قطعا نتیجه ضعیفتری از کسی میگیره که تمام تمرکزش رو روی انجام یک کار میذاره. زمانی که شما در حال مطالعه کتاب هستید، تمام تمرکز شما روی داستان و متن کتابه و شما خودتون رو از تمام حواس پرتی های دنیا جدا میکنید و قوطه‌ور در تمام جزئیات جذابی که در کتاب پیدا میکنید میشید. قبل از انجام کارهای مهم خودتون بین 15 تا 20 دقیقه مطالعه کنید و ببینید چه تأثیر شگفت‌انگیزی روی سطح تمرکز شما روی کار میذاره. مطالعه نوعی کاربرد شگفت‌انگیز برای ریلکسیشن یا آرام بخشی هم داره. همه ما اوقات سختی رو داریم که میخوایم از دنیا و مشغله ها و سختی ها فرار کنیم و بریم به جایی که غم نباشه. و یه همچین جایی رو لای برگای کتاب ها میشه پیدا کرد. خیلی از ماها خودمون رو غرق در مشکلات میکنیم و انقدر به سختی ها و مشکلاتمون فکر میکنیم که دیگه ذهنمون کار نمیکنه. درست توی همین موقع بهترین کار اینه که با مطالعه یک کتاب ذهنمون رو ریلکس و آروم کنیم و برگردیم تا با ذهنی راحت برای مشکلاتمون راه حل پیدا کنیم. پس اگر از استرس و اضطراب در عذاب هستید، میتونید به یک کتاب پناه ببرید. در مطالعه‌ای که در سال 2009 انجام شد به این نتیجه رسیدن که تأثیر کتاب خوندن بر کاهش استرس حتی از گوش دادن به موزیک و نوشیدن چای و قدم زدن هم بیشتره. در این مطالعه تنها 6 دقیقه لازم بود تا یه نفر بعد از شروع به ورق زدن برگ‌های کتاب بتونه ضربان قلب و تنش عضلانی خودش رو حسابی آروم کنه. پس زمانی که شما غرق در یک کتاب میشید، تمام مشکلات روزمره خودتون رو فراموش می‌کنید. البته به شرطی که کتابی با متن سنگین و غیر قابل فهم مثل کتاب‌های قانون رو نخونید. مطالعات تحقیقاتی ثابت کردن که مطالعه باعث میشه که ما باهوش‌تر بشیم. به همون شکلی که بدن برای قوی‌تر شدن به تحرک احتیاج داره، ذهن هم برای بهتر شدن نیاز به تحرک داره و مطالعه کردن و کتاب خوندن بهترین تحرک و تمرین برای تقویت ذهنه. مطالعه یه روش خواستاری از سیستم عصبی برای انتقال اطلاعات هست. علاوه بر این به تمرکز هم احتیاج داره. و با همه این تفاصیل باید اینم اضافه کنم که تحریک ذهن و کار کشیدن درست از اون روند زوال عقل و بیماری آلزایمر رو کند میکنه و ذهن شما رو با افزایش سن قویتر و تیزتر میکنه. همونطور که گفته شد، مطالعه برای سلامتی ذهن از اهمیت بالایی برخورداره. پس مطمئن بشید که یه تایمی رو براش اختصاص میدید. و خب اگه کلی تر بخوایم بگیم، خوندن کتاب اطلاعات و دانش شما رو هم بالاتر میبره و شما هر چقدر اطلاعات و دانش بالاتری داشته باشید، خیلی راحت تر با مشکلاتی که براتون پیش بیاد مقابله میکنید. و این رو یادتون باشه، هر چقدر هم سختی سر راهتون باشه و اگه تمام ثروت و دارایی و کار و حتی سلامت خودتون رو از دست بدید، دانش خودتون رو از دست نخواهید داد. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید. اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر وقت ویدیو میذاریم ازش مطلع بشید. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید در کامنت ها با ما در میون بذارید.